صدای آبادی. سلام شنونده عزیز برنامه صدای آبادی. گاهی در کاربار با کارگر یا کسبکار جنجال کردین؟ نه، یک حالی شروع دیگه بیخی توی از یاد مردم رفت. اگر در شروع کار اجرت یا اجورت این نشه، باعث چی مشکلات بین کارگر و صاحب کار میشه؟ علت پیدا شدن این همه مشکلات چی هاست؟ راه های حل کدام هاست و چی فایده داره؟ برنامه ای هفته به همی پرسش ها پاسخ میگه که من وحید صابر پیشکشتان میکنم. انسان ها با کاروبار و کسب با یک دکه وابسته هستند. وقتی کارگری را به خاطر کار میگماریم، به وی مزد یا حق الزمه میتیم. با یک کارگر به اندازه پول میتیم که قبلا با وی گپ زدیم. بیشتر مردم اجوره را قبل از آغاز کار تعیین میکنند و در مورد چگونگی و کیفیت کار هم فیصله میکنند. اما هستند کسایی که قبل از شروع کار با کارگر در مورد اجوره، نوعیت و کیفیت کار فیصله نمیکنند. یکی ای کار اونا باعث چه مشکلات بعدی میشه؟ همکار ما نقیب احمد عزیزی با چند تن صحبت کرده که با هم بشنویم. اسم تان از کجا است؟ اسم ما هاشم است، از ولایت خوست هستیم. فعلا کابل زندگی میکنیم. اگه بگوین که اگه در یک کار اجوره پیش از پیش تعیین نشه، کدام مشکلات به بار میاره؟ که اجوره تعیین نشه زیاد مشکلات پیش میاد. مثلا ما از ولایت خوست نفر آوردیم. همینجا کابل؟ در کابل آوردیم. از اونجا اجوره تعیین نکردیم. اینجا که آوردیم ما یک چیز میگفتیم و دیگه چیز میگفت. از اینجا اجوره 330 روپاس از یک نفر کارگر. او میگفت که برای ما 500 روپا بده. این مشکل چی که کلان شد؟ چی گفتین؟ اونا چی گفتن؟ زیاد جنجال آمده، باز مشکلات آمده. او هم خفه شد، ما هم خفه شدیم. بالاخره او که چیز میگفت او خو ما آورده بودیم، اینجا آورده بودیم. باز اونا مو پیسه دادیم، 40,000 تاوان کردیم. از خاطر چی کردین این تاوانه؟ اجره را تعیین نکردیم، آوردیم، نفر را آوردیم. باز او که چیز میگفت او آورده بودیم، مجبور شدیم و پیسه دادیم. اسمتان از کجا هستیم؟ زاهد از ولایت غزنی. بعضی وقت اجوره را تعیین نمی کنیم، موضوع به جنجال میره. امرای خودتون رخ داده؟ تازه می چند روز پیش به یک حادثه دیگه برخوردم. در خانه ما او نمی آمد، نلا به خیلی خراب شده بود یا چطور. یک امسای ما گفت که امسای منزل چهارتان نلدوان است، امی زنگ بزن برش که کمکت کنه. برش زنگ زدم، گفت شام میایم، حال کار دارم. پدر در خانه بود، او آمده بود، امو نل دیده بود، یک دو جای شپاره کرده بود، یک چیزای نو او انداخته بود. روز بعدش چون ما امرش نگفته بودم که چقدر پیسه میشه، با بچیش رو برو شدم. او گفت که پدرم گفت 1100 روپا بده. گفتم از چی قدر زیاد پیسه؟ گفت او گفت دیگه نمیفهم. برای خودش زنگ زدم گفتم یه چقدر زیاد پیسه گفتین؟ گفت وله خوب اجوره است و چند چیزایی را که کار کردم مصاریف امو است. که حساب کردم امو چیزایی که خودش گفته بود و تقریبا از 200 اضافه نشد، 900 از پیشم اجوره برای 10 دقیقه میخواست. گپ ما جنجالی شد و اخیرم یک 800 افغانی برشان دادیم. منتها مشکل ای بود که ما در اول برش نگفته بودم و امی موضوع را نهایی نکرده بودم که چقدر پیسه میشه یا اجوره چقدر میشه. تقریبا یک دو بار بعد از او روبرو شدم، بایش چندان اوضاع خوب نداشت، رویش خوب نبود، تغییر خورده با ما. اسمتان و از کجا هستین؟ اسمی ما عجب گل است، از ولایت کابل سوالی گل دارم. اگه بگوین بعضی وقت یک سودا هم یک معامله میکنه و اجوره تعیین نمیکنه، از این چقدر مشکلات پیش میاد؟ یک مشکل که در زندگی ما پیش آمده است که در یک جای توی بود، یک مثلا همسایه ما بود، آشپز تلبیس بیادر گف کتش چی تعیین نکرد، پیسه تعیین نکرد کتش. آشپز آمد یک وقت برنج که پخته کرد، توی موی خلا شد که میرفت گفت به ما 8,000 روپا بده. او توی والا برش گفت که 8,000 خوب بسیار پیسته است بیادر، اول کتی ما گف چرا خلاص نمیکدی؟ تو خواهد اول که ما برد گفتیم که چند پیسه میگه، تو گفتی که برو ایش که نتیم پروانه دار. بیادر که 8,000 روپا میتلی بیستو دست او گریوان شد، بیادر جنجال شد، نه یک حالی شروع شد که بیخی توی از یادی مردم رفت. بیادر بعض دیگه مردم در مابینش شد یک پیسه لکد، بخیال میاد 4,000 یا 5,000 برش پیسه لکد. او
تعداد کسایی که قبل از آغاز کار اجوره را تعیین نکرده بودند، تاوانی شده بودند، وقتشان ضایع شده بود و حتی سبب جار و جنجال بینشان شده بود. ای که علت ای همه مشکلات چه ها بوده و چرا بعضی ها اجوره را قبلا تعیین نمی کنند، حرفای مردم هم شنویم. ما گفتیم که بیا همی اندی والا هستی، همی کاریای ما هستا، شاید مشکل پیدا نکنه. با ازی خاطر آوردیم. همینطور گفت که بیا بریم اونجا، پیسه زیاد است، یا هم شاید پیسه پیدا کده باشه. بازو خاطر او هم چیز نگفته بود. یک خامور سرمان وقت بود، دومیش ما فکر میکردم که همسایه است حتما از دیگر ها کده مرد مر میکنه. مونتا اکثریت وقتی تو میشه کسی که تو فکر میکنی که مرد مر خواد کرد، او از امو اشنایی یا از شناخت تو سو استفاده میکنه. با خاطر از این نکد که مثلا یک چلا و یک پری دلش بود پا میدی، او میگفت که علی برش بگویم که یا 8000 به ما بتی یا 7000 بتی، خب ما را چی نمیطلبه. اگر برش بگویم که 2000 بتی 3000 بتی کاری ما نمیشه. از خاطر چل امروز رو گپ برش زد که برو پروا نداره. خب وقتی که برنج پخته که 8000 برش گفت و نه 5000 مردم فیصله کرد و 5000 گرفت. خوی از نفهمی است، از اعتماد است. بعضی کسی اعتماد میگیره، بعضی کسی را نفهمی میگه، معلومش نمیکنه. خوی اکثرا میگه مثلا یه آدم اعتماد دارم، اکثرا نفهم از کی کار میکنه، آخر در جنجال میمونه. شنونده عزیز، شما برنامه صدای آبادی را میشنوین که در مؤسسه تعلیمی افغانستان ساخته شده و موضوعش تعیین اجوره قبل از شروع کار بین کارگر و کارفرماست. اگر شما در مورد برنامه های ما نظر یا پیشنهاد دارین، میتونین به شماره تلفن 020-240-5101 با ما مستقیماً به تماس شوید. تا حال شنیدیم که اهمیت ندادن به تعیین اجوره قبل از شروع کار و بی‌تفاوتی در این زمینه سبب ایجاد جار و جنجال بین کارگر و کارفرما شده بود. حال باید بدانیم که راه های حل مشکلات کدام هاست و چه فایده داره. اسمتان از کجا هستین؟ زرمل، از لغمان. چی کار بار میکنین؟ کار ما زرانجاست، همی پیره میره میبریم، همی کار است. چقدر وقت میشه؟ 1-2 سال میشه. بعضی ها هستن که اجوره پیش از پیش تعیین نمیکنه، گپ خلاص نمیکنه، باز دوچار جنجال میشه. خودت چی کار میکنی؟ ما میک پیره بار میکنم، اول پیری پیش نپره میگم کجا میبری او چند سیره است، چقدر وزن داره نه، چقدر پیسه. می گپ اول میزنیم، گپ خلاص میکنیم، گپ که بزنیم پیره بار میکنیم، پیره نمیبریم، کبور نه وجه جنجال منجال نمیشه، پیسه میده باطا میکنیم پس میایم. چرا میرا اول خلاص میکنی؟ خاطر زی دوجا جنجال منجال نشونه. ما کمی 2000 سال کمی کار میکنیم، جنجال منجال نامده، پیره بردیم، پیسه را داده، خوب حلال، خوب خوش هستیم. در این چی تعیین میکنید؟ چی؟ خوی که میگه بیادر در جای گانواری هست، ما میگه گانواری داخل خانه تا میکنی یا بالا، یا بشار مردم هست منزل 3 بالا میکنه، منزل 4 بالا میکنه، نه که منزل 3 بالا میکنه 200 کراس 100 روپا زیاد میگیریم، خطر بلند قدن. کمک میکنم این داخل دو اتاق میمانیم، پرسان میکنم دوی جنجال نشه، 100 روپا 150 زیاد میگیریم، کلش پرسان میکنیم. هیواد رفت هستم از ولایت وردک. طبعا انسان نمیتوانه تمام کارهای زندگی خود را خود به خود پیش ببره. مجبور است یک کار برای کس دیگر وگذار کن در مقابل پول، یا برای کس دیگر در مقابل پول کار انجام بده. ما خودم در یک شرکت ترجمه کار میکردم، فریلانس. ترجمه فریلانس بود. ترجمه فریلانس یک خاصیت داره که بایش معلوم نیست، اجرش معلوم نیست. هر دفعه که برام داکومنت از شرکت میفرستاد، برایشان میگفتم که بایش چند است، در چند ترجمه میکنم و در چند شما میتین که ترجمه کنم. وقتی معلوم میشه در آخر کار هیچ جنجال پیش نمی آمد. کارم پیش از پیش معلوم بود، بایش معلوم بود، از این خاطر دیگه جنجال موقعی نبود که جنجال پیش بیه. دیگه می دیروز برای ذبح کردن یک گوسفند امروی قصاب گپ زدیم که در چند ذبح میکنیم. پیش از پیش امروش بای معلوم کردیم، اجره را معلوم کردیم، قصاب آمد، گوسفند را ذبح کرد و بعد از او که کارش خلاص شد و اجرهش دادیم، با بسیار خوشحالی رخصتش کردیم و هیچ جنجال پیش نامد. شما اگه بگوین چه کار میکنی خودت؟ قشکاری هم میکنم، طرف پنج امروز دمرسی کردیم، این از این منیم خاطر مو قطعی میکنیم که تو آدم کنی قرار مترانه است، 2.5 ساعت است، می 2.5 ساعت کار میکنیم، بازو قبول میکنیم، اگه صحیح یا درست است، یا اگر 2 ساعت باشه او میگه 2 ساعت میتوید، از اول تعیین میکنیم که جنجال نشه. چه جایا کار کردی و اموجوره را تعیین کردی در جنجال نفتیدی؟ زیاد کار کردیم، تقریبا 15 سال میشه کار میکنیم.
غزال میگه میگه مدرسه یک تاثیر به کار میکنیم خوشت است بازو قبول کرد میگه ما که بله صحیح است بازو کار شروع میکنیم خوش هستیم جنجال نکردیم. او تعداد کسی که قبل از آغاز کار اجوره، نویت و کیفیت کار را تعیین نکرده بودند، بینشان مشکلات خلق شده بود. مثلا باعث جار و جنجال، زایی شدن وقت، خفگی و ضرر مالی به هر دو طرف شده بود. اهمیت ندادن به تعیین اجوره و بی‌تفاوتی در این مورد و بعضی موضوعات دیگر سبب ایجاد مشکلات شده بودند. اما کسانی هم بودند که اگر به کار رفته بودند و یا کسی اونا را به کار برده بود، قبل از شروع کار بالای اجرت، نویت و کیفیت کار توافق کرده بودند و اجوره را مشخص ساخته بودند. به این موضوع اهمیت قائل شده بودند و از جار و جنجال بعدی جلوگیری کرده بودند. این تعداد مردم در کاروبار با کسی جنجال و ضرر نکردند و از کارشان راضی و خرسند بودند. شنونده عزیز، برنامه صدای آبادی را که شنیدین همکار ما نقیب احمد عزیزی در مؤسسه تعلیمی افغانستان تهیه کرده بود. اگر به اینترنت دسترسی دارین و میخواین این برنامه و سایر برنامه های تعلیمی ما را هم بخونین و هم بشنوین، با آدرس اینترنتی ما که www.tajala.af سر بزنین.